شما مگه دنبال یه مدیر برای کارخونه اهواز نبودید؟ خب من دارم میرم اونجا. مردم میبرن تور بازدید. طرف میاد تعداد طبقات برج رو میبینه، میگه این پروژه میارزه. الان زنگ میزنم سر کار. زنگ نزنید، مسئله خانوادگی. میگم برادرمه. مگه اینکه ناتنی باشه که اینجوری داره با شما حرف میزنه؟ مگه خودتون بودین بدون سند و مدرک حرفای اونو قبول میکردین؟ تمام کارای این پروژه دارم حق بازی جلو میره. میخواستم بگم اگه امکانش هست در مورد حله. خیالتون راحت. گفتن تا رضایت ندی این وصلت صورت نمیگیریم. فقط خانم کاظمی، من یه خواهشی ازتون دارم. میشه قبل از بله برون من و شما همدیگر رو ببینیم؟ من فکر میکنم پولی که تو این پروژه است بیش از 1000 میلیارد دایی. بله میدونم، احتمالاً این مهمترین مطلبی که تو سایت زدی و میدونیم که ممکنه براتون خیلی گرون تموم بشه. گردن درد میگیری بس که سرت تو این گوشیه؟ دیگ به دیگ میگه روسیا. حالا کجا داریم میریم شهاب؟ بگو. تو این سرات رو مستقیم برو تا بهت بگو. بابا من کار دارم، بگو کجا آخه. الو علی. سلام. سلام. این مطلب فراسمانو چرا هنوز نرفتی؟ اونو قبل. مگه تو الان قفوری میگفت چی بریم چی نریم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من یه کاری دارم انجام بدم، میام باهاش صحبت میکنم. برن خدا خدا. برن شو من بشینم سر جا. چی کار کردی با خودت تو؟ یه لحظه میگیره بعد آروم میشه. حالا یه بالشتک سفارش دادم اونو بگیرم خوب خوب میشم. بله، پس راه بیفت. صاف برم. بله مستقیم. من سر از کار تو در نمیارم. قربونه دبیر جان، همین در بود. برو تو دیگه، چرا ایستادی؟ چه من دکتر بیا نیستم، من چیزیم نیست. بابا چون دو روز دیگه نمیتونی را بری. برو تو. خدا بگم چی کارت نکنه شما. بفرمایید ترجیح میکنم. سلام. قفوری هست؟ اون که هست، ولی خودت الان یه مهمون داری، یه نیم ساعتی هست منتظرت. پس تصمیم گرفتید که اینجا کار کنید؟ والا هنوز شک دارم. کسی خبر نداره که شما درباره فراسمان با من حرف زدید؟ خیالتون راحت، اینجا هم میتونید تو بخش تبلیغات یا صفحه بندی سایت کار کنید. اونها رو دست کم نگیرید، من خیلی میترسم. نگران نباشید، این مطلبی که ما میخواییم بریم مشاهدات یه خبرنگاره که رفته توی یکی از کارگزاری های فراسمان سهام بخره و از طریق یه کارمند این اطلاعاتو گرفته. هیچ کس بویی نمیبره که شما چیزی گفتید. خانم داور، من هیچ اصراری ندارم که شما اینجا کار کنید. گفتم شاید اینطوری کمکی کرده باشم. بله میدونم، ممنونم. میتونم یه سوالی بپرسم؟ شما یه طورایی نگران به نظر میایید. تعقیبتون میکنن درسته؟ نه، ولی آدم مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه. تو شرایط فعلی بیکاری از هر چیزی بدتره. من چی کار کنم؟ به بچه های گرافیست معرفیتون میکنم. البته حقوق خیلی بالایی نمیتونیم بهتون بدیم، ولی از چی بهتره؟ بفرمایید. خوشبخت. معرفی میکنم جزیره گرافیکی تبلیغات و صفحه بندی. من دیگه از تنهاتون میزنم. خیلی ممنون. سعید جان، تو مطلب خوندی؟ آره خوندم، اصلا خوب نبود. چه نظر؟ خیلی مبهم شد. کجاش مبهم بود؟
اتفاقا خیلی واضح و روشن گفته که دلالای این شرکت هستن که قیمت سهام رو میبرن بالا. دلالا هم که موضوع گیر خود شرکتن. هزاران میلیارد تومان به وسیله همین دلال بازی و جعبسازی از مردم پول گرفتن، در حالی که قیمت و ارزش سهام شرکت با دارایی‌های فعلی یک پنجم قیمتیه که به مردم دارن میفروشن. اون وقت تو اینا رو از کجا میدونی؟ دادم به یه حسابدار، ارزش بازار شرکت فراسمون رو حساب کرد. اون حسابدار چجوری حساب کرد؟ با اطلاعاتی که خود این شرکت فراسمون توی سایتش گذاشته. همین دیگه. ممکنه شما یه سری از دارایی شرکت رو تو محاسبات تو نیورده باشین. درسته. یه نفر با کارمند یکی از این کارگزاری های شرکت صحبت کرده. اینا حرفای همون کارمند. کی؟ اصلا این مطلب رو کی نوشته؟ متین خواهرزاده خودم. خب اون آدمی که باهاش حرف زده حاضر اسمشو ببریم؟ معلومه که نه بابا، اون یه کارمند ساده است، دنبال درد سر که نیست. سعید جان ببین، شهاب جان تو خودت چند سال سردبیری؟ صحبتهای آدمی که حاضر نیست پای حرفای خودش وایسه میشه سنه؟ سعید جان قرار نیست که ما اونا رو دادگاهی کنیم، فقط مشاهدات متین رو منتشر میکنیم. یعنی داریم طرح سوال میکنیم. همین. این سوال نیست، اتهام بزرگیه. بعدم مدیرای فراسمان ساکت نمیشینن، میرن از همون شکایت میکنن، در اینجا رو تخته میکنن. از این شکایت ها زیاد داشتیم، نباید بترسیم که. من که نگفتم ترسیدم، میگم عزیز دلم با مشاهده خواهرزاده ای تو نمیشه گفت اینا کلاه بردارن که. بله، یه نفر دیگه هم غیر از ایشون همین حرفا رو به من زد. اصلا اون باعث شد که من این سوژه رو کار کنم. کی؟ بگو بدونم کیه. خب نمیخواد اسمش بیاد وسط. عزیز دلم حالا دیگه من شدم غریبه؟ بابا مسئولیت اینجا با منه. این مطلب دردسر درست میکنه، منو میکشونن دادگاه. باید بدونم رو حرف کی باید حساب کنم یا نه. یه خانومی که همسرش با اینا کار میکرده تفلک رو به خاک سیاه نشوندم. کی این خانومه؟ فریده داور، همینجا با ما کار میکنه، یعنی از امروز مشغول به کار شده، گرافیسته. تفلک شوهرش تو همین جریان سکته کرده و مرده. خب چرا ازشون شکایت نکرده؟ سعید میترسه، بیش از یه میلیارد دست اینا هفته داره. البته من بهش گفتم که به هیچ وجه اسمی از خودش و شوهرش تو این گزارش نمیبره. اینم که شد مثل همون کارمنده. نه اینجوری نمیشه شهاب جان. چرا؟ مدرک درست حسابی نداریم برادر من، درد سر میشه برامون. سعید درد سر میشه یا میترسی که تبلیغاتشون رو به ما ندن؟ آره اینجا دیگه میترسم. تو خودت که بهتر میدونی خرج و مخارجمون از همین تبلیغات در میاد. سعید جان فقط این شرکت فراسمان نیست که تبلیغاتشو به ما میده. نه ولی خیلی پولش بیشتره. خب کار درست هزینه داره. ما داریم به همه میگیم که هزینه عدالت خواهی رو باید داد. خب خودمونم باید بهش پایبند باشیم به این حرف دیگه. خیلی خب میتونیم یکم هزینه هامون رو کم کنیم. تو که هزینه ها رو داری بیشترش میکنی، کارمند جدید میگیری. بعدم مسئله فراسمان فرق میکنه با همه. اونا کلی کارگر تو پروژهشون هست. بعد اگه اینا نبودن پولای سرگردون مردم میرفت بابت بیت کوین و نمیدونم ماشین و ارز و طلا و اینجور چیزا. حالا بفرضم یه جای کارشون یه ایراد کوچیک داره. ایراد کوچیک؟ این توجیه همه میارن، چون هدفشون خوبه حق دارن خلافم بکنن. ببین من حرف آخرمو زدم، دستمزد خواهرزاده تو میدیم، این مطلب رو آرشیو میکنیم بره. Thank you.
آبشار سلام. نه مشکلی نیست، بله حلش کردم. این طرف ها گفتم دیگه نمیای. بیافتم یاب سر بزنم دیگه. چه سوتو کوره ایشکی نی؟ ساعت 7 شب ها. چای میخوری یا قهوه؟ کی این وقت شب قهوه میخوره؟ شما که شب زنده داری. بودم دیگه نیستم، آقا شدم. دشمن سلبریتی ها شمشیرشو غلاف کرده. حالا فعلا دیگه. بیا بیا تو. ما چی کار کنی؟ خبرنگاری رو کلا بذاری کنار. کی گفت میخوام بزنم کنار؟ شاید ریل عوض کردم. پس بالاخره خاندایی رو تأثیر گذاشت. فعلا که من دایی رو تغییر دادم. پس من هرچی مصیبت میکشم تقصیر توه. دایی تو انداختی تو دردسر، منم مجبور شدم دروغ بگم. ببین خلاف دیگه ایم کردی تعارف نکنه، بنداز گردن من. آه چیزه مسعود، من روز با دایی اومده بودم اینجا با بابات کار داشت. بعد این منشیتون رو ندیده بودم. جدیده؟ نه چند وقتی اینجا کار میکنه. این برادرش بنده خدا اعتیادم داره، میاد اینجا مزاحم این دختر میشه. خودش دختر خوبیه، باباش توی کارخونه کمپوتسازیمون کار میکرد، حالا اینم که اومده اینجا مشغول کار شده. الان چیه ماجرا برات جالب شده؟ خب زندگی مردم کلا برام جالبه دیگه، خبرنگارم. ادامه بده مسعود. هیچی دیگه، باباش ظاهراً سر جای پارک با یکی تو خیابون درگیر میشه، هولش میده، طرف سرش میخوره به جدول کنار جوب، فوت میکنه، انداختنش زندان. بابا هم دیگه از قبل میشناختشون دیگه، گفت بذار دختره بیاد اینجا مشغول کارشه، کمک حال خانواده‌اش هم باشه. همین. اسمش چیه؟ اسمشو چی کار داری تو؟ من دیگه هیچی نمیگم واقعا. الان هی نگو نمیدونم از رو کنجکاوی و فضولی و من خبرنگارم. بگو ببینم ماجرا چیه؟ چیش برات جالبه؟ تو که میدونی من اصلا فضولی عادتمه. خدا رو چی دیدی؟ یه مطلب نوشتم راجع به بابات که چقدر جوان مرد بده. ببین اول یه زنگ بزن خونه ببینم اونجا چه خبره، اسمشم بگم. اوکیه. چی اوکیه؟ همین ماجرا دیگه حل شد. بله برون. خب یک کلام جون در بیاد اینو از اولش بگو. حالا تو. اسمش بهاره، بهاره فلا، مجردم هست. مستره. سلام بابا. سلام محمد، دست کمک نمیخوای؟ نه خدا رو کجا میخوای بری؟ باید یه سر برم دفتر. گیر نیایا. حتما. امینا اومده. چشممون روشن. خیلی خب پس من رفتم. کار داشته زنگ بزن. به سلامت. خیلی خوش اومدین. سلام بیبی جان. حال شما؟ سلام از من. سلام سلام سلام. بس چه عجب، چه عجب، خسته را نباشین. بفرمایید بفرمایید داخل بفرمایید. مینو منتظره. بفرمایید. چشه دوشن قربون شما. محمد اصلا این ماشینی تو بردار، من باید سریع برم. آقا دارم به این فکر میکنم شاید بهتر باشه یه مدتی فعلا این قضیه فراسمانو بیخیالش بذاریم برای یه وقت دیگه.
بذاریم برای یه وقت دیگه، کار از کار گذاشته. مردم هجوم میبرن برای فروش سهامشون، شرکت هم نمیتونه جواب بده، میشه مثل ماجرای قرض رسانه. دولت هم باید از جیب من و شما پول اونا رو پس بده. دولت هم نداره، مجبوره که پول چاپ کنه. وقتی پول چاپ کرد، اون وقت میشه یه تورم شدید دیگه. ببینم، غفوری یه چیز دیگه ای نگفت؟ نه آقا، نمیگم. یعنی چی؟ یعنی اینقدر کشش میده تا فراموشش کنی. ماما جانم عزیزم، ان شاءالله زندگیت مثل همین قند شیرین باشه. اینا بنا آقا متین، شما میخوای همین تهران بمونی؟ نمیخوای برگردی شیراز؟ مادر من بذار برسی بعد شروع کنم. من میام شیراز چیکار کنم آخه؟ خب بیا به بابات کن همه کار سرش ریخته. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که من شیرینی خیلی دوست دارم. میام اونجا همه شیرینی‌ها رو میخورم، قندم میره بالا، دیابت میگیرم، میافتم رو دستتون. بابت تبلیغاتش خوب داره هزینه میکنه. بله. اما اگر قفوری بفهمه که اینا دارن خلاف میکنن، کوتا نمیاد. که بعد از این همه سال رفاقت میشناسیمش. اون که آره. ولی الان چطوری قفوری رو مطمئنش کنیم؟ داره میره سفر. یه دو هفته ای هم نیست. الان کجاست؟ الان نمیدونم، ولی برمیگرده قبل پروازش. کیفشو نبرده. خب شما یه جلسه شورای سردبیری بذار تا قبل از پروازش موضوع رو حل و فصلش کنیم. نذاریم برای یه وقت دیگه. کاری که بهت گفتم بکن. درشم که من دیگه آقا شدم، سربراه شدم، دارم واسه سایت داینا مطلب می‌نویسم. مادر خدایا خودت رو هم کن به این پسر سربراه من. من نمیخوام شما سربراه بشی. شما به کار این سلبریتی ها برس. کیا؟ همه چیا؟ سلب خودت رو مسخره کنی. برم من آخه سلبریتی. الو سلام دایی، روز بعد برون زنگ میزنی این آقا الو هم بایی میسی صوتی حرفای اون کارمندرم. کدوم کارمند؟ همونی که تو کارگزاری این فرانسمانه. لاز کجا میدونی صداش ضبط کردم؟ مطمئنم. باش براتون میفرستم. باش خداحافظ. باز دوباره یه بلای سر بابای ما نیاری. گوش وایسادی خجالت بکش. یه فایل میخواد، گفتم براش میفرستم. عمه؟ بله. عمه دست این پسر تو بگیر. برد برو شیراز شهرتون. تا بلای سر بابای ما نیاری بی خیال نمیشه. دقیقاً میخوام همین کارو بکنم، چون بابای شما بسیار آدم خطرناکیه. بله. اگر که دمپر ایشون باشه، اون وقت کار من این میشه. هر روز برو کلانتری سند ببر. هر روز برو کلانتری سند. یالا. علیرضا آقا مهندس، بی خبر اومدی. مامان جان من که گفتم نمیخواد بیای. خوب کاری کرد اومد، مگه میشه آدم بله برون خواهرش نباشه؟ قربونت برم من. یه گفتم بیام از نزدیک نظارت داشته باشم که این دفعه بله برون برگزار شد. خیلی کارو خوبی کردی. خوش اومدی مامان. لای قربونت برم من. بود 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 مامان، کاش من غافلگیر کنه. فریده بس چی منو تعقیب میکنی؟ شنیدم اون شب اومدی ویلا گریه زاری کردی، دلم برات سوخت، با درمیانی کردم. ولی با این حالتی که کردی پدرتو درمیاریم. حتی جهلتو بفهم. زبون درست شدی ها؟ نمیترسی زبونتو ببریم؟ بلبل زبونیت میشه این سردبیر گرون برات تموم میشه. سورپرایز! کیه؟ انتظارشو نداشتی ما متوجه بشین؟ من به کسی چیز نگفتم. خر خودتی. دخترت ستاره چطوره؟
این از طرف هم و افشین برای ستاره. باشه یه قصه میگم، خوب گوش کن. ستاره طفلی باباش مرده، مامانش هم بیفته زندان، بیچاره چه بلای سرش میاد؟ چه آینده‌ای در انتظارش؟ کسافت. نترس نترس، هر چیزی راه حلی داره. برمیگردی بالا، گندی که زدی رو درست میکنی، اگر نه دمار از روزگار در میارم فریده. الله اکبر، بسم الله و الله الحمدلله و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینجوری امانت داری میکنین؟ مگه قرار نبود جای اسمی از من نباشه؟ ما که هنوز چیزی نرفته. میدونم، ولی اون مردک چجوری میدونه من با شما حرف زدم؟ کی؟ امیری، همون آدم فراسمان، همونی که اون شب اومدم ویلا سراغش. اشتباه میکنید، اصلا غیر ممکنه اون فهمیده باشه. غیر ممکنه؟ همین الان جلوی در تهدیدم کرد. فکر میکردم میشه بهتون اعتماد کرد، ولی اشتباه میکردم. خانم داور، خانم داور، بله. آقا شما بیا، غفوری اومده، بچه های تحریری هم جمع کردم. الان میام. جانم، بله جانم. سعد جان، چرا تلفونا رو جواب نمیدی؟ قبول باشه، پس هنوز نیومدی، مهمونا میرسن. آخه تو گفتی یه سر میرم و برمیگرد. باشه، خداحافظ. خوب هست. اتفاقی که نیفتاده باز. نه عزیز من، چه اتفاقی بیفته؟ چه؟ خیلی خوب. سلام. سلام. ببخشید. بفرمایید، بفرمایید بشید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. مگه جلسه نیست؟ به اصرار علی جلسه تشکیل شد، من پرواز دارم. خب مسئله مهمیه، من گفتم همه باشن که بتونن نظر بدن. علی همه چی رو تعریف کرد، ما هم حرف زدیم، منم دیرم شده باید برم. قفوری جان، اگه قرار شورا تصمیم بگیره بهتر جمعی به نتیجه برسیم. ببینید، نظر شورا محترم، اما مسئولیت سایت با منه. اگر خدایی نکرده یه چیزی بی اساس بره رو سایت، فردا من باید جواب بدم. بی اساس نیست. تو فایلی که فرستادم گوش کردی؟ نه، وقت نکردم. خب بعد چطوری قضاوت میکنی؟ این فایل همون حرفای کارمند کارگزاری فراسمانه. شهاب جان، قرارمون این نبود، قرار بود این مسئله رو بذاریش کنار. قرار بود دلیل و مدرک بیارم. الان صحبتای یه کارمند جز دلیل و مدرکه؟
عزیز دلم، حرفاش که تو همون متنم بود. سعید، ما صحبتای این چنینی نداشتیم. همیشه مسئولیت با من بوده. من یاد ندارم تو سر یه موضوع این همه مطلب خشخاش گذاشته باشی. آیاتم، بهتر نیست موضوع با دقت بیشتری بررسی کنیم. حساسیت کار خیلی زیاده. من در کل با دست گذاشتن رو همچین موضوعایی مخالفم. درد سر میشه برای من. الکی الکی سایتو فیلتر میکنه. حالا بدو دنبالش. ما از این درد سرا زیاد دیدیم. این با بقیه فرق میکنه. از قدیم گفتن المومنو کیس. تو خودت استادی بابا. نباید خودمونو الکی بندازیم تو هچل که. من دیرم شده. خداحافظ بچه. خداحافظ علی. خداحافظ. سعید، ماجرای خانم فریده داور تو به کسی گفتی؟ داور کیه؟ دست بردار سعید. یعنی چی؟ نمیفهمم منظور چیه. همون خانومی که گفتم برای اولین بار در مورد فراسمان با من حرف زد. اصلا اسمشم یادم نبود. اومدن امشب دم در اینجا تهدیدش کردن. اصلا میدونستن ما با هم حرف زدیم. تو به این خانومه مطمئنی؟ دلیل نداره دروغ بگه. میگم احیانا تو به کسی حرفی نزدی؟ گفتم که نه. عجیبه، از این موضوع فقط من خبر داشتم و تو و علی. تو بینمون این حرفا تا حالا نداشتیم. میفهمی چی داری میگی؟ آره میفهمم. میگم یعنی اتفاقی تو به کسی چیزی نگفتی؟ میگم اصلا اسم این خانومه رو یادم نبود. اسم این خانومه یادت نبود؟ نه. پس اینا از کجا فهمیدم؟ من چه میدونم؟ بابا، یه خانومی پیدا شده نمیدونم از کجا اومده، یه سری عراجیف به این آقا گفته، ایشون هم باور کرده، الان اومده به دوست چندین و چند سالش داره تهمت میزنه. بابا اصلا بیخیال شین، ول کنیم. شما برو سفرت، برگشتی جلسه میذاریم حلش میکنیم. ببین الان وایستاده راست تو چشم من داره تهمت میزنه. اگر تهمته چرا اینقدر از این فراسمان داری دفاع میکنی؟ خجالت بکش. تو با مدیرای فراسمان در ارتباطی؟ میفهمی داری چی میگی؟ خجالت بکش. جواب منو بده. آره در ارتباطم، واسه جور کردن حقوق تو و بقیه. نه خیر، موضوع خیلی بیشتر از این حرفاست که تو اینجوری پاشون وایسادی. تو دقیقاً میدونی اونجا چه خبره، برای همین نمیخوای مطلب منتشر بشه. دیگه داری کفرمو در میاری. حد خودتو بدون. باشه بس دیگه، تو رو خدا شما چرا اینطوری میکنی؟ تو رفیق دوستی شریک قافله. دهنتو ببن. علی اینو بردار ببر، هر چی درم در میاد بهش میگم. خجالت بکش. بعد از این همه سال آخر وا دادی؟ خوشا بیا بریم آقا، شما عصبانی هستی. بریم الان، بریم بعدا درستش کنیم. چرا نمیاد؟ میاد. چه؟ ترسیدی پشیمون شده باشه داماد مشتی؟ میاد دیگه. آره میاد.
چه حرفایی بود زدی آقا شما؟ غلطه؟ پس چطور مدیرای فراسمان فهمیدن اومدن دم در اینجا خانم داور رو تهدید کردن؟ خوشحال خانم داور دروغ میگه. شما به این خانم اعتماد میکنی؟ اون وقت به آقا سعید که این همه سال میشناسیمش اعتماد نداری؟ آقا اصلا من کاری به این قضیه درست و غلط فراسمان ندارم. شما الان حرفای خوبی بهش نزدی. الان هم خواهش میکنم دیگه بی خیال شی. تلفنتون هم خانومتون بود زنگ زد. کلی آدم تو خونه منتظر شما. بریم بهتره. بله. من باید سریع برم فرودگاه. یه چند روزی نیستم. گفتم تا برمیگردم تا هم بهتره نیم. من مرخصی لازم ندارم. مرخصی منظورم نبود. کلن گفتم. آقا سعید. من تصمیمم رو گرفتم. وقتی برگشتم یکی رو میذارم جات. سلام خیلی خوش اومدید آقای کاظم. آقا محسوس سلام خانم خوش اومدید. خوش اومدید. ببخشید واقعا عذر میخوام. یه کار ضروری پیش اومده بود گرفتار شدم واقعا. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. شرمنده شدم. بیا وردو ببر دیگه، معطل چی زشته؟ قشنگ معلومه یه اتفاقی افتاده. چون دیر اومدی نمیگی؟ آره دیگه. حال روزشو نمیبینی؟ نه چون دیر اومده ناراحت همین. متین بابا به تو زنگ زد گفت یه چیزی واسش بفرستی. خب چی فرستادی؟ یه فایلی بود راجع به کارش. راجع به کار بود ولی چی فرستادی که اینقدر به همش ریخته؟ نه با اون ربطی نداره. بس به چی ربط داره؟ من چه میدونم؟ ورد رو ببرین ازش. چی کار دارید میکنی؟ چرا نمیاد؟ علی رضا اینو ورد رو ببر تو پشته من. جده من برو تا دیمونه شدی. متین من میدونم تو. برو زشته میشناسم. حاج آقا تشریف آوردن. چه زود اومد؟ شما دیر اومدین. قرارمون باشون ساعت ده بود. سلام علیکم. خوش اومدید. حال شما چطوری آقا؟ حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ قربون شما. خیلی ممنون. بفرمایید. سلام علیکم. خوش اومدید. حال شما خوب هستین؟ سلام. هزار ماشاءالله آقا پارسا. کی نوبت شما میشه؟ اول علیرضا جان. بفرمایید. سلام علیکم. احوال شما؟ خوبی را جواب. بفرمایید. سلام علیکم. یا الله. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. آخه. بفرمایید. بس شما درد نکنید. بفرمایید. یا الله. بفرمایید. خوب هستید. خوب شما. رحمت داده بود. زنده باشید. ان شاء الله صحبت‌های اولیه شده. بله. پس به میمنت و مبارکی با اجازتون من شروع میکنم. حاجی آقا شما تازه رسیدید، یه چای شربتی چیزی میل بفرمایید. نوبت به شربت و شیرینی هم میرسه حاجی جان. اول باید این دوتا جوون به هم محرم بشن. عاقبتتون بخیر. خب الهی به امیدتون. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
فایده این کار چیه؟ طرح سوال شفاف سازی. ببین من هرچی خوب کار میکنه شامم خوب کار میکنه. این اصرار شما بی دلیل نیست. یه وقتایی واقعا ازش متنفر میشم. اگر شما صاحب ویلا هستی چرا دم در ایستاده بودی ماشینا رو کنترل میکردی؟ این خبره رو میذارم اونا رسوا میشن. خبرش یعنی بومید تره که قبلا میشه میلیونی تبلیغات گرونتر میگیره. نه خبرم چه هر دیگه با شرایط ایشون طبیعی دیگه. چی؟